سلام خدمت دوستان عزیز بریم سراغ ادامه کارمون و این جلسه میخوام راجع به یه ابزار جذاب دیگه صحبت کنیم خب در حاضر کامپوننت اپ من اینجوری کار میکنه که من میام اینجا اینو وارد میکنم تا موقعی که این دوتا اینپوت من در حقیقت ولیدیت نشه این دکمه فعال نمیشه درسته میخوام یه ذره مکانیزمش رو عوض بکنم به این صورت که این دکمه رو میخوام همیشه فعال نگه دارم وقتی کاربر من میاد دکمه لاگین رو میزنه اگر ایمیل هم ولید نباشه ایمیل هم فوکوس بشه دورش قرمز بشه مثلا اگر ایمیل ولید بود پسورد ولید نبود پسورد فوکوس بشه یعنی اولین فیلدی که ولید نبود اونو فوکوس بکنه میخوام یه همچین مکانیزمی پیاده سازی بکنم دیدی تو بعضی از وبسایت و اپلیکیشن که اینجوری هستن خب میام اینجا اولین کاری که باید بکنم من اینو می‌بندم فعلا این دیزیبل رو برمیدارم فعلا دیگه به درد من نمیخوره فقط یه لحظه یه نکته ای یه نکته ای خب تو یادم نرفته لینک جلسه قبل رو هم بهتون بدم تو توضیحات ویدیو هم خواهم گذاشت خب بریم سراغ ادامه کارمون من دیزیبل رو برمیدارم دیگه لازمش ندارم میام بالا توی سابیت هندلر اینجا این رو برمیدارم خب یه شرط میذارم میگم اگر فرم ولید بود اگر فرم ولید بود اینو اجرا کن اگر ولید نبود در اون صورت اگر else if یه ایو، شد خب اینجا میگم که اگر ایمیل من ولید نبود برعکس دارم میگم نگاه اگر ایمیل من ولید نبود این کد اجرا بشه اگر ایمیل ولید بود طبیعتا پس پسورده پسورد این بیاد اینجا حالا میخوام چیکار کنم اینجا این الان مکانیزمش اینجوری میشه کار بر من دکمه سابیت رو میزنه اگه هم ایمیل هم پسورد ولید باشه که خب این اجرا میشه هیچ بحثی نداریم سرش اگر فرم من ولید نباشه یعنی یا ایمیل هم اشتباهه یا پسورد میاد اول ایمیل رو چک میکنه از بالا به ترتیب چک میکنه اگر ایمیل ولید نباشه این کد رو اجرا میکنه که جلوتر میبینیم چیه اگر ایمیل ولید باشه منشون که پسورد ولید نیست حالا کد چیه میخوام بگم که برو اون فرم رو فوکوس کن اگه ایمیل ایمیل رو فوکوس کن اگه پسورد پسورد رو فوکوس کن حالا یه جوری باید بهش بفهمونن اون ایمیل کجاست پسورد کجاست اینجا میام از رف استفاده میکنیم یعنی میام به این اینپوت یه رف میدم ازش استفاده میکنم راجع به رف هم قبلا صحبت کردیم خب میرم تو اینپوتم یوزلف رو میارم کانست اینپوت رف مساوی یوزرف خب حالا فقط کافیه اینو ربطش بدم به اینپوتم خب میام تو این پوتام میگم رف مساوی اینپوت رف خب این تا اینجا قضیه حالا برای اینکه بخوام این رو عملیات فوکوس رو روش انجام بدم میام چیکار میکنم میام یه دونه فانکشن می‌نویسم یه زحمت خیلی به کاری که میخوام انجام بدم ولی خیلی جذابه می‌نویسم کانست اکتیویت مساویه میگم برو اون اینپوت رفی که من معرفی کردم بهت رو برو تو کارنتش فوکوسش بکن همین حالا هر وقت که این فانکشن فعال بشه میاد این اینپوت رو فوکوس میکنه حالا این فانکشنال من کجا اکتیوش بکنم کی اکتیوش بکنم میام از این فانکشنه بیرون از این کامپوننت یعنی اینجا استفاده میکنم میارمش اینجا یعنی میگم اگر ایمیل ولید نبود اکتیویت اینپوت ایمیل رو فعال کن اگر پسورد نبود اکتیویت پسورد رو فعال کن پس میام اینجا اینجا هم یوزرف رو میارم اینجا هم یوزرف رو لازم میام اینجا مثلا هر جایی میتونم بنویسم بالا یوزی بالا یوزی فکت مینویسم اینجا میگم کانست ایمیل اینپوت رف مساوی یوز رف یه دن پسورد کانست پسورد اینپوت رف یوزرف حالا میام اینجا این رو برمیدارم میارم توی اینپوت خودش میدم اینجا رف همین رو برای پسورد هم میدم خب حالا رفرنس دادم حالا میام چیکار میکنم میام میگم که اگر فرم من ولید نبود میام اینجا کجا نوشتم فانکشن شو کجا نوشتم اینا اینجاست میگم اگر ایمیل ولید نبود برو رفرنس ایمیل رو اکتیویتش رو فعال کن اگر پسورد ولید نبود برو پسورد و اکتیویتش رو فعال کن خب پس میام اینجا میگم اگر ایمیل فعال نبود اکتیو نبود ولید نبود ایمیل اینپوت رف رو بگیر برو تو کارنتش اکتیویت رو فعال کن اگر ایمیل ولید بود برای پسورد password input ref dot current dot activate. خب این تا اینجا قضیه اما این کار نمیکنه بچا بریم با هم ببینیم خب اروری که داره میده چیه میگه function component can't cannot be given refs خب میگه تو فانکشن کامپوننت ها نمیتونی این کارو بکنی میگه برای اینکه شما میخوای تلاش بکنی برسی به این رف فیل میشه این نمیتونی به این رفرنس دسترسی بشی میگه شما نمیخوای احیانا از این استفاده کنی یه چیزی خودش داره راه میده یه چیزی به نام فوروارد رف که موضوع صحبت این جلسه همونه مشکل کجاست مشکل اینجاست که این رفرنسی که من اینجا دادم به این کامپوننت اینپوت هم اصلا قابل فهم نیست برای این بچه ها این اینپوت من یه فانکشنال کامپوننته اصلا نمیفهمی این رف چیه به عنوان پراپس هم نمیتونه قبولش کنه چون رف یه کلمه رزرو شده است شما نمیتونه پراپسی به نام رف داشته باشی برای حل این مشکل بچه ها باید دو تا کار بکنید من میخوام به یه طریقی به این اکتیویت بیرون از این کامپوننت دسترسی داشته باشم میام چیکار میکنم میام یه دونه هوک جدید اینجا وارد ایمپورت میکنم به نام یوز ایمپلیتیو هندل یه چیز خیلی عجیب غریبیه قطعا مطمئن هستم شما الان خب بریم داکیومنتش رو نگاه بکنیم خب دا این کام این در حقیقت داکیومنتش فقط اینکه مم. یه چیزی یادم رفت من این لینکر هم میذارم اینجا که داشته باشینش تو اینجا بقیلی لینک پروژه سر اگه آقایی داکیومنت رو بخونید خب چی میگه میگه که این use imperative handle کاری که میکنه اینه که میاد میگه که یه این استنس ولیوی که قراره تو پرنت کامپوننت استفاده بشه رو وقتی که شما رف استفاده میکنید فعال میکنه بهتون خب اجازه این کار رو بهتون میده بعد اینجا این مثالی هم زده میگه که الان من توی مثلا این کامپوننت فنسی اینپوت دقیقا این مثال خود من زده اینپوت اومده گفته که من یه چیزی اینجا دارم به نام فوکوس درسته؟ میگه اومدم با ایوز ایمپریتیف هندل کاری کردم که توی کامپوننت پرنت شما به این فوکوس دسترسی داشته باشید حالا بتونم نشون میدم اینجا یعنی چی یه نکته هم اینجا گفته میگید هر جا که شما یوز ایمپریتیف هندل استفاده میکنید باید از فوروارد ریف که موضوع جلسه همونه استفاده بکنید حتما حالا بریم تو پروژه خودمون میام اینجا بالای هم میری میگم یوز ایمپریتیف هندل دو تا ورودی داشت دو تا ورودی اجباری داشت یه ورودی هم داشت که دپندنسی بود اجباری نبود ایناش یکو سه تا ورودی داشت اولی رف بعد کریت رو و که کریت یه فانکشنه بچا میام اینجا اینو میدم رف یه فانکشن بود ورودی دومش که برای من ریترن میکنه یه آبجکت میگه خب تو چی رو میخوای بیرون داشته باشی میگه بیرون از این کامپوننت چی رو میخواد داشته باشی اسمش رو چی میگی میگم اسمش رو میزنم فوکوس هر اسم میتونم بذارم حامد زد اسمش هستن مهم نیست هر اسمی دوست دارید حالا میگه خب چی رو اینجا من با این اسم ببرم بیرون میگم اینو ببر بیرون خیر میگه اوکی الان من اکتیویت رو با اسم فوکوس بیرون از این کامپوننت بهت میدم تحویلت میدم میتونی ازش استفاده کنی حالا فقط مونده این رفه رو متصل بکنم خب رفه رو چیکار باید بکنم بچه وقتی شما یه کامپوننتی طراحی می‌کنید که یه پراپس داره به عنوان ورودی این یه دومین ورودی هم داره به نام رف این رف به شرطی وجود داره اینجا که شما اینجا بهش پاس داده باشید اینو اگر رف رو به یه کامپوننت پاس بدید در کنار پراپس بهش دسترسی دارید خب تو محله بعدی باید چیکار بکنید حالا اون فوروارد رفه میاد وسط میگه خب بر اینکه بخواد توی یه همچین کاری بکنی باید این کامپوننتتو تو از طریق یه چیز دیگه دیجات بکنی به نام ریاکت دات فورواد رف این کامپوننتو رو پاس میدی به این فوروارد رفه میان پایین یه دونه اینجا پرانتز بذارم میگه حالا اجازه حالا تو این شرایط تو اجازه داری از این به این اس بیرون از این استفاده کنی میام اینجا اینجا که گفتم اکتیویت میگم فوکوس اسمشو فوکوس گذاشتم دیگه گفتم بیرون از خودش به اسمش میشه فوکوس الان تموم شد بریم با هم دیگه ازش استفاده کنیم یه رفرش میکنم خب ارورم که رفت میبندمش الان که ایمیل من ولید نیست میزنم که ایمیل فوکوس میشه حالا اگر ایمیل رو وارد بکنم لاگین رو بزنم این فوکوس میشه پس این میشه بحث یوز فوروارد رف و یوز ایمپریتیو هندل خیلی خوب دوستان اینا برای این جلسه کافیه ما این قسمت درسمون تموم شد این جلسه بعدی بیم مبحث جدیدمون شروع میکنیم و میخوایم راجع به یه اپلیکیشن جدید میخوایم روش کار بکنیم میخوایم یه دونه اپلیکیشن سفارش غذا درست بکنیم و تو دل اون اپلیکیشن اینش قبل مباحث جدیدمون رو یاد بگیریم پس این اپلیکیشن اینجا تمام شد بذارید من کد فاینالش هم بهتون بدم لینک پایان این پروژه هم بهتون بدم خب اینم لینک تا پایان این جلسه که این پروژه تمام میشه و اگه نیاز داشتید میتونید کدش رو چک بکنید اگه خطا چیزی داشتید میتونید با این کدی که من نوشتم مقایسه بکنید اینم که مال جلسه قبله تا پایان جلسه قبل تا پایان این جلسه خیلی خوب بریم بیام جلسه بعد این شلو اپلیکیشن جدید و مبحث جدید رو شروع می‌کنیم فیلن خداست